از جمله خیانت هایی که معاویه کرد دوستان عزیز، از قتل شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام و از منع نقل حدیث و روایت در فضل اهل بیت علیه السلام از اونها بگذریم. این بود که امر صادر کرد که برای عثمان فضائل نقل بکنید. این عثمانی که فضیلتی ندارد بجز از فرار کردن از جنگ ها، که حالا من برای شما اگر در ادامه این برنامه انشاءالله خدا توفیق بدهد نشان میدم براتان، در جنگ احد چنان فراری کرد عثمان، اینقدر دور فرار کرد که راه تا سه روز راه طول کشید تا برگرده از فرار خود، اینقدر دور فرار کردیم نامرد. بعد وقتی دید که احادیث در منقبت عثمان زیاد شده، گفت آلا احادیث نقل بکنید در فضیلت ابوبکر و عمر، و هر آنچه حدیثی که شبیه آن برای امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده برای ابوبکر و عمر هم ببافید و بسازید و نقل کنید و پخش بکنید. علتش چی بود؟ علتش این بود که میخواست در فضائل، میخواست در مناقب برای امیر المؤمنین علیه السلام رقیب بیافریند و برای ایشان همتا بیافریند، همانطوری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مثل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مثل کعبه، مثل علی کمثل الکعبه، امیر المؤمنین علیه السلام مانند کعبه هستند. در تاریخ کعبه هم هست دوستان عزیز که عده‌ای از جباران تاریخ و فرائنه تاریخ برای کعبه هم مثال ساختند، مثلی است برای کعبه پادشاهان حرب، پادشاهان حبشه، پادشاهان مصر مثل کعبه برای خود جایگاهی ساختن که مردم به مکه مکرمه مشرف نشوند از برای حج و بیاین یمن، بیاین یا جای دیگر بیاین. و جالب اینجاست که سه کعبه جعلی در تاریخ ساخته شده و اینها هم سه خلیفه قلابی درست کردن که اونها را به زعم خودشان همتای امیر المؤمنین علیه السلام بسازن. دوستان عزیز، مطلبی را که عرض کردم خدمت شما، علماء این جماعت بر این مطلب تصریح داشتن که این امر را معاویه مرتکب شده و امر صادر کرده که فضائلی شبیه آنچه که برای امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده برای ابوبکر و عمر هم نقل بکنن. دوستان عزیز، این کتاب کتابه النصایح الکافیه لمن یتولا معاویه هست، مال الحافظ ابن عقیل. کتاب النصایح الکافیه لمن یتولا معاویه، این چاپ هنده، چاپ سال ایناش نیامده. در اینجا صفحه 70 اگر ما بریم دوستان عزیز، اونجا مطالب خیلی زیاد و نابی را این علامه بزرگ جماعت اومدیه نقل کرده، از جمله اموری که ایشان از در این کتاب خود صفحه 70 آورده. و کتب معاویتو الى عماله فی جمیع الافاق، این وسط صفحه هست، اینجا کتبه، اینجا ببینید. و کتب معاویتو الى عماله فی جمیع الافاق ان لا یجیزو لأحد من شیعت علی شهاده. بله، برای گفت در تمام کشورها نوشت، نامه نوشت، امر صادر کرد خلیفه که از شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام شهادت اونها را در محکمه قبول نکنید. و کتب الیهم ان انظروا من قبلكم من شیعه عثمان و محبیه و اهل ولایته الذين يروون فضائله و مناقبه فدنوا مجالسهم و قربوهم و اکرموهم. از طرفدارای عثمان و شیعه عثمان به اونها نظر بکنید، هر کسی که برای عثمان فضیلت و منقبت نقل میکند اونها را مقرب درگاه بسازید، مقرب دربار بسازید و به اونها اکرام بکنید و عطا بکنید. واكتبوا لي بكل ما يروى كل رجل منهم بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم ابيه وعشيرته. و برای من کسانی که درباره عثمان فضیلت نقل میکنن اسم اونها را برای من لیستش را بفرستید. ففعلوا ذلك حتى اكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه اليهم معاويه من الصلات والكساء والحباء والقطاء ويفيضه في العرب.
این کار را انجام دادن به حدی که فضائل عثمان خیلی زیاد شد دیگه، آبش آب این شوربای اونها خیلی زیاد شد، به خاطر اینکه معاویه خیلی زیاد عطا میکرد و مردم اونها هم دروغ گفتن که معونه ای نداره. فکثر ذلك فی کل مصر، در هر سرزمینی این خیلی زیاد شد. و تنافسوا فی المنازل و الدنیا، بله، و مردم هم رقابتشان در همین در دنیا و در منازل و در خانه و باغ و اینها بود. و عثمان هم مال عطا میکنه، لذا کار همگی چی شده بود؟ دروغ بافتن درباره عثمان و فضائل عثمان. خیلی خوب. ثم كتب الى عماله ان الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وكل وجه وناحيه. بعد معاویه دید که حالا دیگر آب شوربای عثمان خیلی زیاد شده، گفت حالا بس دیگه درباره عثمان نقل نکنید، در هر جا احادیث عثمان زیاده. فاذا جاءكم كتابي هذا فتء الناس الى الروايه في فضائل الصحابه والخلفاء الاولين، وقتی این نامه من رسید شما برای صحابه فضائل نقل بکنید و بالخصوص برای خلفای اول ابو بکر و عمر و عثمان. ولا تترکو خبرا یرویه احد من المسلمین فی ابی تراب الا واتونی بمناقض له فی الصحابه. میگوید که هیچ حدیثی را که شیعیان و یا مسلمین در فضل ابو تراب وجود نازنین امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام نقل میکنند نگذارید مگر اینکه شبیه اون را و مثل اون را و مناقض اون را درباره صحابه برای من نقل بکنید. فان هذا احب الی، من این را خیلی دوست دارم، چون در این کسر شأن امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام وقتی دیگران با ایشان در مناقب و در فضایلش اشتراک داشته باشند، خب مقام ایشان در چشم مردم پایین می آید. و اقر لعینی، من اصلا چشمم روشن میشه با این کار شما. و ادحض لحجة ابي تراب و شیعته، و این کار براهین امیر المؤمنین علیه السلام و براهین و ادله شیعیان را از بین میبرد. و اشد الیهم من مناقب عثمان و فضله، فقرعت کتبه على الناس فرویت احادیث كثيرة في مناقب الصحابه مفتعلة لا حقیقة لها. این نامه معاویه در تمام شهرها خوانده شد، پس به نتیجه این بود که احادیث خیلی زیاد در مناقب صحابه نقل شد که همه اینها ساختگی مفتعله، یعنی ساختگی، لا حقیقت لها. بله. وجد الناس في رواية ما يجري مجرى هذا ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر وألقي إلى معلم الكتاب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلموا كما يتعلمون القرآن. ميقول إن در خب معاوية مدة حكومتش بعد أمير المؤمنين عليه السلام 21 سالة و بعد از اون بنی امیه حدود 40 سال دیگر هم بلکه معذرت میخوام بعد از معاویه هم 70 سال دیگر حکومت کردن. این روایات نقل شد در این مدت، این روایات دروغی، مردم این را در منبرها ذکر میکردن، در اشعار خود میآوردن، معلمان در مدارس در مکاتب اونجا که بچه ها را درس میدن اونجا اونها به اونها یاد داده شد، اونها به بچه ها یاد دادن، به طلبای خود یاد دادن، به شاگردای خود یاد دادن و اینها روایت می شد. و تعلموه کما یتعلمون القرآن، مثل قرآن کریم این روایات که همش دروغ بودن نقل می شد. و حتی علموه بناتهم و نساءهم و خدمهم و حشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله. و این مطلب را بله و بچه های خود یاد دادن، زنها یاد گرفتن، همگی مردم یاد گرفتن، همه این قضایا همگیش دروغ، همگیش دروغ. ثم كتب الى عماله نسخه واحده الى جميع البلدان انظروا من قامت عليه البينه انه يحب عليا واهل بيته فامحوه من الديوان واسقطوا عطاءه ورزقه. وشفع بنسخه اخرى من اتهمتموه بموالاه هؤلاء القوم بله
فنکلو بهی و اهدم داره. بعد نامه بعدی نوشته بود که نگاه بکنید هر کسی که پیدا کردید که او امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام را دوست دارد، اسم او را از خزینه، اسم او را از عطای بیت المال پاک بکنید و عطا دیگر از بیت المال به او چیزی عطا نکنید و رزق او را قطع بکنید. و بعد و شفع ذلك بنسخه اخرى، و یک نامه دیگر هم نوشت که هر کسی را که گمان کردید شیعه هست و شفع ذلك بنسخه اخرى، در نسخه دیگر، نامه دیگر که شفعه یعنی جفت اون بود، دو نامه با هم نوشته بودن معاویه، من اتهمتموه بموالات هؤلاء القوم فنکلوا به، هر کسی را که شما گمان کردید که اهل بیت علیهم الصلاه والسلام را دوست دارند او را مورد مجازات قرار بدید، وحد مداره خانه اش را خراب بکنید، فلم یکن البلاء اشد و اکثر منه بالعراق ولا سیما بالکوفه، از در تمام دیار از همه بیشتر شدت و سختی در کوفه، در عراق بود و از همه بیشتر در کوفه، حتی ان الرجل من الشیعه من شیعه علی لیاتیه من یثق به فیدخل بیته فيلقي إليه السر ويخاف من خادمه ومملوكه ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة. خلاصة عزيزان من در كوفة بسيار، چون كوفة اونجا رواة بيشتر بودن وعلماء زياد بودن ويقد شيعة بودن، سختي خیلی شديد بود، شيعيان اصلا جرأت نداشتن كي حديث ناقل بكنن در منقبة امير المؤمنين عليه السلام، زبان بكشاين چيزي بگوين، اگر ميخواستن يك كاري بكنن طرف را می آوردن در خانه خود، زن و بچه را بیرون می کردن، یک جایی که هیچ کسی نباشد، اول او را قسم می دادن که من این حدیث را می خواهم نقل بکنم، حدیث منزلت را یا حدیث شریف غدیر را یا حدیث شریف علی و ولی کل مؤمن من بعدی یا احادیث علی بله منی به منزلت هارون من موسا یا انا مدینه العلم و علی بابها، یک حرفی در منقبت امیر المؤمنین علیه السلام قسم میدادن که را جای دیگر از من نقل نکنی، کسی نفهمه که من شیعه هستم. اینجوری دوستان عزیز با این شدت، خب در همچین محیطی، خب روایات طبیعی، روایات دروغ در باب عمر بن الخطاب نقل بشه که اگر بعد از من پیغمبری بود او عمر می بود، لاسی ما این که درباره امیر المؤمنین علیه السلام حدیث شریف منزلت نقل شده، که این حدیث شریف منزلت خودش صریحه به این که امیر المؤمنین علیه السلام افضل هستن و اشرف هستن از تمام انبیا، انت منی به منزلت هارون من موسا، هارون و موسا برابر همدیگر، همشانه همدیگر، شریک امر رسالت حضرت هارون علیه السلام و اشرک و فی امری، شریک امر حضرت موسا علیه السلام در رسالت. پس حضرت هارون علیه السلام تالی تلو حضرت موسی علیه السلام، تقریبا هم درجه و هم پله حضرت موسی علیه السلام، به منزلت هارون امین موسی، منزلت امیر المؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همون قرب، به همون فضیلت، به همون نزدیکی هست که هارون از موسی داشت. خب این خیلی واضح و روشنه که این شرف را ابراهیم علیه السلام ندارد که شریک امر رسالت حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم باشد، این شرف را موسی ندارد، عیسی ندارد، نوح پیغمبر، پیغمبران اولی العزم علیهم السلام هیچ کدامی ندارند. این افتخار مال امیر المؤمنین علیه السلام که شریک امر شد، صریح قرآن کریم و اشرکوا فی امری. حالا وقت ندارم من حدیث شریف منزلت را باز بکنم، خب در حدیث شریف منزلت صریحه که امیر المؤمنین علیه السلام اشرف از انبیای اولو العزم. قرآن کریم در آیه مبارکه مباهله امیر المؤمنین علیه السلام و انفسنا و انفسکم، نفس پیغمبره، یعنی حامل معجزات پیغمبر، حامل اسمت پیغمبر، حامل علوم پیغمبر، حامل تمام صفات و خصال ممتاز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از ایمان، از محبوبیت نزد خدا، از شرف بر همگی اهل عالم، از حلم، از شجاعت، از مردانگی، از سخا، از جود، و حساب بکنید تا آخر عالم از صفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که تا روز قیامت هم صفات ایشان را بشمارید تمام نمیشه صفات رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. خب وقتی که این
مطلب برای امیر المؤمن علیه صلات و سلام ثابت است. خب خیلی واضح و روشنه که اینجا استحقاق نبوت و استحقاق رسالت که چی فوق مقام انبیاء علیه الصلاه و السلام و فضائلی فوق فضائل انبیاء علیه الصلاه و السلام برای امیر المؤمنین علیه السلام ثابت می شود و این مطلب را خود علمای اینها تصریح کردند. دوستان عزیز، این کتاب کتاب مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح مال ملا علی قاری، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح شرح مشکات للعلامة علي بن سلطان محمد القاري معروف بالملا علي القاري جزء التاسع دار الفكر بيروت كتاب رتشاب نموده إن عزيزان من صفحة مجلد التاسع صفحة 1932 در زيل حديث شريف منزلك إن در مشكات باب مناقب علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إن جاب بنيته إيشان شي ميقويت با إن هما عزيزان من كأز معاوية براتن نقل كردم از چی؟ از این که معاویه این همه فشار آورد که مناقب امیر المؤمنین علیه السلام را هر کسی که نقل بکنه خانه اش را خراب بکنید، عطاش را از بیت المال قطع بکنید، بیچاره اش را بکنید. و مردم جرأت نداشتن. دیدین که علامه حافظ ابن عقیل چی میگوید در کتاب خود؟ مردم جرأت نداشتن که فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را نقل بکنن. با وجود این، ببینید ملا علی قاری، حالا این موضوع من نیست که کثرت فضائل امیر المؤمنین علیه صلوات و سلام، حالا استدرادن چون این کتاب رسیدیم این برای تا نشان میدم. ببینید ملا علی قاری چی میگوید، این مرقات جزء التاسع باب مناقب علی ابن ابی طالب علیه صلوات و سلام صفحه 3931 باب مناقب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. قال احمد، احمد کیه؟ استاد بخاری، استاد مسلم، یکی از ائمه اربع. و النسائی، نسائی کیه؟ بله صاحب سنن، صاحب یک صحاح. و غیرهما، و غیر اینها، اینها کیه؟ اینها اساتین حدیث جماعت مریض. لم یرد فی حق احد من الصحابه بالاسانید الجیاد اکثر مما جاء فی علی کرم الله وجهه. احادیث صحیح، از احادیثی که سند اونها اسانید جیاد باشه، سند اونها سند صحیح باشه، در حق هیچ یکی از صحابه اینقدر حدیث درست روایت نشده بیشتر از آنچه که در حق امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده. با این همه دوستان عزیز، اگر این فشار نبود، اگر این ظلم معاویه نبود، ظلم بنی عباس نبود، این تعصب که تا امروز ادامه داره که زبان این جماعت عمریه را لکنت میگیره اگر بخواید فضایل امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام را بر زبان خود جاری بکنن. ببینید شبکه‌های ناصبیه را که وقت فضایل امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام میرسه یا اصلا ذکر نمیکنن یا زود فرار میکنن. اگر اینها نبود عالم چطور بود؟ حالا با این همه فشار، با این همه اختناق، با این همه سانسور، با این همه تعصب، با این همه قتل عامها که رحم بر طفل 6 ماهه امیر المؤمنین علیه السلام حضرت علی اصغر سلام الله علیه که میوه دل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست نکردن، آب ندادن، با این همه قتل عامها، با این کربلا، با این همه غرق شرق عالم و غرب عالم را فضائل امیر المؤمنین علیه السلام گرفته به اعتراف خود اساتین حدیث این جماعت. دوستان عزیز، خب بریم صفحه بعدش اونجا که خب در همین صفحه مرقات المفاتیح عزیزان بار بار نشان میدم جلد کتاب، چون این جماعت میگه که الله یاری عوض کرده کتاب رو. در ذیل حدیث 6087 حدیث شریف منزلت انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی متفق علیه. حدیث حدیث اجماعیه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این را در شأن امیر المؤمنین علیه السلام فرموده. در ذیل این ایشان چی میگه در صفحه بعد، صفحه 3932 و فیه ایماء الى انه لو كان بعده نبی لكان علیا. میگوید این حدیث شریف اشاره دارد به این که اگر بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی نبی بود امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام بود، چون استحقاق نبوت که چی فضائلی در امیر المؤمنین علیه السلام موجوده فوق فضائل ابراهیم، فوق فضائل نوح، فوق فضائل موسی و عیسی و 124 هزار پیغمبر اشرف تمام انبیا
امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام، امام تمام انبیاء امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام، حامل تمام صفات جمیله رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین صلوات الله علیه، نفس پاک مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کیست؟ امیر المؤمنین صلوات الله علیه. خب در برابر اینها برای عمر این صفات، این احادیث را نقل کردن که بله در او هم استحقاق نبوت موجوده، که من دیروز عرض کردم که استحقاق نبوت در کسی خداوند متعال برمیگزیند. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، کسی را که خدا به پیغمبری برمیگزیند، انتخاب میکند، به او برتری میبخشد بر تمام اهل عالم. یک کسی دوستان عزیز که او عمرش در بت پرستی گذشته، در جای عالم شما سراغ دارید یک بت پرست، یک شرابی، یک کسی که در خانه اونها زنا اینقدر رواج داره که علنا مادر با پسر در خود عاقب دیگه کسی نه، مادر خطاب مادر بزرگش با عمویش ازدواج میکنه، خداوند عالم کسی دیگر که نبود که او را بله به پیغمبری برگزینه.